سلام دوستان به کانال دایچ میتسمی خیلی خوش اومدین درخواست شد که یک ویدیو بذارم در مورد معرفی کردن خود زیخفاش دلن در سطح B2 یا C1 که این کار رو اینجا کنم پس با من همراه باشید خب شما باید در طول یک تا یک دقیقه و نیم خودتون رو معرفی کنید و خب مسلما باید چیزهای دیگری یا یعنی اینکه چیزهای بهتری بگین از اون چیزی که در سطح آ آی یک و به یک یاد گرفتین خوبه که قبل از اینکه برین سر امتحان یک متنی رو آماده کنید همین متنی که میخواین بگین رو آماده کنید اون رو بارها و بارها مرور کنید جلوی آینه میخواید بگید یه جوری که به نظر نیاد که حفظ کردین و دارین دوباره میگینش یک جوری به نظر بیاد انگاری که دارین تو همون لحظه فل بداهه میگین و همینطور خوبه که هر جمله ای رو که آماده میکنین چند مدل مختلفش رو آماده کنید چون که امکان داره که اون کسی که ازتون امتحان میگیره وسط حرفتون بیاد و ازتون سوال هایی بپرسه و خوبه که مدل های مختلف جمله ها رو آماده داشته باشین تو سرتون که بعد خدای نکرده گیر نکنید و وقتی که میخواین برگردین به صحبتاتون بتونید راحت تر برگردین خب با هم شروع میکنیم اول از همه خب باید مسلما اسمتون رو بگید میتونید بگید ای، هایس حالا من میگم سمی شما میتونید اسم اسمتون رو بگین ای، هایس حالا هر چیزی بعدش خوبه که بگین در چه سالی به دنیا اومدین و کجا میتونید بگید geboren بین ای، ام ایستن 1988. این تاریخ رو میتونید بگید. گبورن بین ایخ ام. تاریخ رو بگین. این حالا مثلا این ایران در ایران. پس من متولد شدم در تاریخ این در ایران. میتونید بعدش بگین که حالا مثلا ازدواج کردین طلاق گرفتین چند تا بچه دارین اگر دوست دارین اینها رو میتونید بگید مثلا میتونید بگید ich bin verheiratet und habe zwei kinder من متعهل هستم و دو تا بچه دارم یا یعنی اینکه ich bin geschieden من طلاق گرفتم ich bin single من نه پسر دارم نه دوست دختر اگر بچه ندارید میتونید بگید ich habe keine Kinder. من بچه ندارم. یادتون باشه Kinder. باید جمع باشه. Ich habe keine Kinder. اگر فقط یک بچه دارین خب باید اسمتونم در حالت مفرد بگین. Ich habe ein Kind. این تا اینجا. بعدش میتونید بگید که چند وقت آلمان زندگی میکنید. مثلا میتونید بگید Ich lebe Seit ungefähr einem Jahr, man ke in Deutschland. Ich lebe seit ungefähr einem Jahr in Deutschland. Ja, Ich lebe seit ungefähr anderthalb Jahren in آلمان من تقریبا یک سال و نیمه که تو آلمان زندگی میکنم یا یعنی اینکه ایخ لیبه زایت ungefähr 2 یاغن این دایچلند من دو ساله که آلمان زندگی میکنم تقریبا دو ساله که آلمان زندگی میکنم یا حالا هر چند سال دیگه ای که خودتون میخواید رو میتونید اینجا شمارش رو بذارید مهم اینه که یادتون باشه که بعد از زایت باید داتیف بیاد اگر یک سال میگید ای نم یا اگر شیش ماه زایت اینم نم حلبن یا اگر یک سال و نیم زایت اندت هلب یارن

من یک ساله که آلمان زندگی می کنم و دقیق تر بگم در کلن یا حالا هر شهر دیگری. حالا مثلا میتونید راجع به تحصیلاتتون اگر دوست دارین بگین مثلا میتونید بگید من ابی یا این که من عبی توا یعنی اینکه من ابی تو یعنی دیپلمم رو هاب ایخ حالا میتونید تاریخ سال رو بگید هندت 1980 این ایران گمخت دیپلومم رو در سال 1980 در ایران گرفتم مین ابی هاب 1980 این ایران گمخت دانخ هاب ایخ مدیسین شتودیت دانخ هاب مدیسین بعدش پزشکی خوندم استودیرن میدونید در دانشگاه رشته ای رو خوندن هست حالا شما میتونید به جای مدیسین هر چیز دیگری رو که خوندین توی دانشگاه بذارید اینجا اگر هم دانشگاه نرفتین اصلا این رو کاملا بذارید کنار حالا شاید بعدش رفته باشین کار کرده باشین میتونید بگید دنخ habe ich 2 یاره gearbeitet. اگر بخواید بگید به عنوان چه چیزی ب... یعنی به عنوان چه کاری کار کردین میتونید بگید دنخ هب ich الس مثلا زکرترین gearbeitet یعنی که الس زکرتر گعبتت زکرترین اگر خانومید زکرتر اگر آقایید زکرتر چی میشه منشی حالا شما هر چیز دیگری رو میتونید بعد از این الس هر, چیز هر کا... عنوان کارتون رو بعد از الس بیارید Danach habe ich zwei Jahre lang als Sekretärin gearbeitet. Mit Juniambi Masalan von Beruf bin ich Ärztin, ja nicht Von Beruf bin ich Ärztin. Aber ich habe als زکرترین که شغلم پزشکیه ولی به عنوان منشی کار کردم پس میتونید جمله رو تغییر بدین حالا هر جوری که دوست دارین بعدش میتونید بگید که اصلا به چه دلیلی اومدین آلمان ایخ بین ناخ دویچلند آسگواندت ام ویسنشفتن ان در اونی کلن تو شتودیرن Ich bin nach Deutschland ausgewandert, um Wirtschaftswissenschaften an der Uni Köln zu studieren. Man, Mojerat ähm, Kadambeolmon, Ke Dochelle Doneschreu Köln, Restee echte Sodro Bechuna. Schau mal mit 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 Bege im Beginn. Ich bin nach Deutschland ausgewandert, um hier in Köln eine. Ausbildung zu machen. به آلمان مهاجرت کردم که اینجا داخل کلن یک آسپیلدونگ انجام بدم یا یعنی که میتونید بگید ایک بین نخ دایچلند آسگواندت ام هیا این کلن این آسپیلدونگ تو کرانکن شفستا مخن من اومدم کلن یعنی من به آلمان مهاجرت کردم که اینجا در کلن یه آسپیلدونگ به عنوان پرستار انجام بدم یک دوره کارآموزی پرستاری رو انجام بدم یا اینکه میتونید بگید ich bin nach Deutschland ausgewandert um hier als Ingenieur zu arbeiten من به آلمان مهاجرت کردم که اینجا به عنوان مهندس کار کنم یا حالا هر چیز دیگری میتونید خب اون قسمت هایی که شغل رو گفتم یا یعنی اینکه آسپیلدون رو گفتم اینها رو جایگزین کنید با اون کاری که خودتون قراره انجام بدین اینجا توی آلمان اگر جایی نمیدونید جمله خودتون رو بعد چه جوری بسازین بر من تو کامنت ها بنویسین براتون جواب می نویسم چون که خب معلان همه شغل ها همه مدل های جمله ها رو نمیتونم اینجا براتون بگم و اصلا اونقدر فانتزی من نیستش که اصلا بدونم شما چی کار میتونید انجام بدین یا که برای چی اومدین آلمان در همین اگر جایی به مشکل برخوردین در جمله سازی خودتون برام تو کامنت ها بنویسید من براتون تصحیح میکنمش خب حالا مثلا بگیم که اومدم آلمان که اقتصاد بخونم اینجا در دانشگاه کلن خب بعدش میتونیم بگیم از دیزم Grund möchte ich دی پروفون حالا دی Xy وای میتونیم بگیم دی بی 2 Prüfung ablegen. Aus diesem Grund, bei in Dalil, möchte ich mich am Mann die B2-Prüfung ablegen. Emtahan B2 anjamisch beda. Emtahan beda. Ich hoffe, die Prüfung mit guten Noten zu bestehen. Man umidwaram ke emtahan ro ba numrahaye khub gabul besham. um mich für einen Studienplatz bewerben zu können. که بتونم خودم رو برای یک Studienplatz یعنی اینکه یک جا در دانشگاه. منظور چیه یعنی اینکه اصلا دانشجو بشید. bewerben یعنی درخواست دادن Studienplatz جای دانشجویی. <laughs> نمیدونم فارسیش چی میشه. پس به ویابن درخواست برای یک جا در دانشگاه. اوند زومیت میت دیم شتودیوم بگینن تو کنن و با این و در نتیجه بتونم شروع کنم به درس خوندن تو دانشگاه. شتودیوم تحصیلات در دانشگاه. خب چه چیزی مهمه در کل؟ مهمه که شما جمله های طولانی تری بتونید بگید. مهم اینه که بتونید از یک سری قید میتل استفاده کنید که ما اینجا مثلا آستیزم گوند رو به کار بردیم. حالا نه بعد جمله هاتون رو پر کنید یعنی این قید میتل ها رو بچپونید توی جمله من فکر میکنم همین مقدار قید میتل کافی باشه در واقع برای این یک دقیقه ای که صحبت میکنید خوبه که جای جای رو عوض کنید مثلا من تو جمله دوم گفتم بلا بلا بلا. همیشه با ایخ شروع نکردم یا مثلا سعی کردم جمله های طولانی تری درست کنم اگر جایی براتون سوال هستش یا اینکه گفتم چیز دیگری میخواین توی این فاشدلونگتون بگین برام حتما تو کامنت ها بنویسین من براتون جواب میدم بهش فکر میکنم این ویدیو رو اینجا تموم کنم ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه